دیروز روز روستا بود و روز قبلش ما افتتاهای ترها و پروژه های روز روستا رو داشتیم که به نظر من بسیار مهم بود و در شرایط تحریم ما به دنیا نشون دادیم که دقدقه ما همه ملته از شهری و روستایی دقدقه ما دورترین روستای این کشوره و روز دوشنبه ما 6,750 هزار عمرانی و, و, و بیست و هزار و تره اشتغالزایی روستایی و اشایری رو افتتاح کردیم در سیزده استان مسئولین حرف زدن سخن گفتن ترها رو افتتاح کردند. خیلی برای ما افتخاره برای این دولت که ما یکی از افتخارات ثبت شده دولت یازدهم و دوازدهم خدمت به روستاییانه من وقتی دیروز نامه رئیس سازمان برنامه بودجه رو دیدم که کل پول گندمکاران رو تا ریال آخر پرداخت کرده حدود 21 هزار میلیارد تومان 20 و 800 یعنی نزدیک 21 هزار میلیارد تومان پول گندمکاران پرداخت شده قبل از اینکه ما به نیمه ماه مهر برسیم این نشان اینه که دولت در کنار کشاورزانه در کنار تولیدگرانه در کنار امنیت غذاییه و در ترهای دوشنبه ما دیدیم که ملت ما، کارگزاران ما، مهندسین ما، کشاورزان ما و همه چه افتخار بزرگی رو در زمینه های مختلف آفریدن در زمینه اشتغال روستایی، در زمینه بیمه روستایی شما همین آمار رو ببینید بیمه روستاییان و دریافت مستمری اونها قبل از این دولت 650 هزار نفر بوده تا اوائل امسال یک میلیون و دویست هزار بوده یک میلیون هم روز دوشنبه ما اضافه کردیم بر این تر و الان شده دو میلیون و هزار تقریباً خانواده های روستایی که تحت پوشش بیمه قرار گرفتن در زمان بازنشستگی در زمان کارافتادگی افتادگی میتونن از این بیمه استفاده بکنن یکی از تاکیدات من از روز اول دولت این بود که ما برای روستاییان مستمری در نظر بگیریم این کشاورزی که داره کار میکنه فردا که پیرمرد شد و نمیتونه کار بکنه یک دریافتی داشته باشه یه مستمری داشته باشه و خداوند این توفیق رو به ما داد این کار بزرگی که انجام گرفت در طول این مدت در آب روستایی برق روستایی گاز روستایی واقعا کار بینظیر انجام گرفته در گاز بینظیر چارده هزار روستا گازدار شدند در طول بعد از انقلاب اسلامی حالا قبل انقلاب که خبری نبود فکر میکنم یه روستا یا دو تا روستا گاز داشتن قبل انقلاب چارده هزار روستا گازدار شدن تا سال 92 و امروز این چارده هزار شده سی و دو هزار روستا بیش از دو برابر و داره ادامه پیدا میکنه هر روز روستاهای ما به شبکه گاز به شبکه برق الان برق که ما روستای ده نفره نداریم که برق نداشته باشه حالا رفتیم سراغ زیر ده نفر که حالا تعداد معدودی هستن و برق روستایی ما تا پایان این دولت میشه 99 ممیز 9 هم. یعنی یک رقم قابل ملاحظه الان 99 ممیز دهم امروز تبدیل میشه به 99 ممیز 9 دهم ده یعنی تقریبا 100 درصد و این کمتر در کشورهای همسایه ما در کشورهای منطقه حتی در کشورهای پیشرفته این آمار آمار بسیار ارزشمند و مهمی است که داره ارائه میشه در آب روستایی آب سالم پایدار در آغاز این دولت کمتر از یک میلیون نفر از این آب سالم بهداشتی استفاده میکردن حدود 900 هزار زیر یه میلیون و پایان این دولت تبدیل میشه به بالای ده میلیون شما میبینید چند برابر شده حالا در ارتباطات در راه در مسکن در تمام این زمین ها کلاس های آموزشی در اون روز اعلام شد که هر روز که میگذره یازده کلاس روستایی برای دانش آموزان افتتاح میشه یازده کلاس این آمار ارقام افتخارآمیزه